با سلام درود احترام خدمت هموطنان هم در جای جای ایران و دنیا. و تا 3-4 روز یک کلیپ راجع به این دهه زجر، این دهه که در تاریخ ماندگار خواهد شد به عنوان یک دهه سیاه، یک دهه سرتاپا نکبت فلاکت، دهه که حیثیت دین های ساخته شده، حیثیت خرافات، حیثیت روحانیت تا ابد رفته خواهد و نخواهد بود. خدمت شما هستم که این روزها اعلام کردن که برای 22 بهمن با ماشین بریم بیرون. خیلی از بچه ها خیلی پیشنهاد دادن، خیلی کارا کردن، ولی من اعتقاد دارم که شخص اعتقاد شخصی هست. بگذارید همین روال داره تیم میشه، چون اینا ساعت به ساعت دارن به قهقرا میرن، دارید میبینید اوضاعشون رو، میبینید مشکلاتشون رو، میبینید، ولی با همه تفاصیل صاحب اختیار هستید که روز 22 بهمن اینا شماره ماشینا رو بردارن، عکس بگیرن، داشته باشن، بگن اینا به درد ما میخوره و چون بلافاصله بعضی مسائل که اتفاقاتی میفته باید یقینا رو بگیریم. نه یک عمر شماره ماشین برداشتن، یک عمر عکس گرفتن، فیلم گرفتن و ما میخوایم از اینا تلافی کنیم. حالا تلافی کردن در دادگاه خیلی بهتر است، اینا چیزیه که به ما اعتبار در دنیا میده. درسته اینا خیلی ظلم ستم کردن، خیلی جنایت کردن، مخصوصا لباس شخصی ها که هیچ رقم نمیشه ازشون گذشت، اما شناسایی رو میخوام بکنید، بکنید، صاحب اختیار هستید. من قطعا تا 3-4 روز دیگه راجع به این 12 بهمن تا 22 بهمن صحبت خواهم کرد. جنبندی خیلی قشنگی میشه که اینا چی بودن، چی شدن. بله، دیو چو بیرون رو فرشته در معنی دیو فرشته رو فهمیدیم و مردم آگاه شدن. میدونیم دوستان بس من آگاه شدن مردم هست که دوباره باز همین کلها سر ما نره، قدر چیزی که داریم بدیم، قدر نعمتی داریم بدونیم. وقتی یک مدیر تو کشور هست قدرشو بدونیم و به قول معروف شکر کنیم، خیلی مسئله مهم. خب خدمت شما هستم که کرونا یه خدمت داره به بشریت میکنه، اگه البته این روانی هایی که بر سر کار هستن بفهمند، یا اون روانی که با من مشاور هستن بینا حالی کنن، یک مش دیوانه، یک مش احمق، یک مش طماع، یک مش ترسو بزدل در چند تا کشور حکومت میکنن. پوتین که خودش جمع کرده حسابی و این تظاهراتی که شده که ریشهشو میزنه، ریشهشو خواهد زد، بل بر برگرد، قطعا این اتفاق میفته، شک نکنه در اصلا، چون دیگه تق پوتین داره، هم اقتصاد ندارن، هم دیگه امنیت ندارن، خیلی مسئله دیگه است. چین هم که خب شروع میشه دیگه، یه جورای شروع شده، ولی خب حالا میبینید اوجشو. اروپا هم که تمام شده از یک گفتیم دیگه نخنما شده. آمریکا هم که خلاصه این دفعه آخر است که میتونن پول به مردم بدن و چیکار میخوان بکنن دیگه خودشون میدونن، و اون سیاه‌پوسته که اونجا سرکوب شده، خیلی مسئله دیگه اینها خلاصه نمیتونن. اما کرونا میخواست خدمتی به این روانی ها بکنه که دارن شلوغش میکنن و به چی بکنن چه نکنن کارشون میکنه. ما میدونیم که در حکایت داریم قاره آتلانتیک، قاره آتلانتیس که اینقدر بشر پیشرفت از علمی که خلاصه کاری که از آب گرم شد و یخهای قطب این آب شد و اون بلا سرش اومد و هنوز هم کنار درگیر است. حالا ما میگم اصلا به کنار، الان هم افراد تفرید در انرژی، مصرف انرژی، در تولید، در خیلی مسائل بود و اگر کرونا نمی اومد من چه برای سر کره زمین می اومد. خب الان ما میدونیم که اکثر کارخونه ها تعطیلن، پروازها کم شده، قطار حرکت نمی کنه، ترانسپورت خیلی کم شده و این مصرف انرژی و آلاینده جوی و گرم شدن کره زمین این قطعا کم میشه. با آمدن کرونا اتفاق افتاده و ولی آماری که امروز رو خوندم متاسفانه یخهای قطبی به شدت داره آب میشه و این آب شدن ادامه پیدا کنه خیلی از کشورها زیر آب میرن، از آمریکای جنوبی تا مدار خود آمریکا، تمام کشورهای شهرهای ساحلی آمریکا زیر آب خواهند رفت و خیلی از کشورهای دیگه. میشه سرچ کنید بخونید، قبلا هم گفتن اینها رو. حالا اگه شعورشون برسه که نمیرسه، عقلشون برسه که عقل ندارن و دست از این پست ریاست بردارن و بیان ادارت بر دنیا حاکم کنه، حتی عدد نیستن این کار بکنه، این اتفاق خواهد افتاد، هر چی زودتر بهتر، برزه به نفع خودشونه. و بازم تکرار میکنم دنیا دست تنها بدن، سازمان دست تنها بدن، حقه به طور بردارن و بیان به طبیعت احترام بگذارن. من
خدمت قبل تو کلیپ قبلی گفتم بودم واسه این حیوانات کودتا میکنند، علیه کسی که اینا رو چیز کودتا میکنه. وقتی هم کودتا کرد رحم کسی نمیکنه، چون رحم نکردیم بهشون. اونا یک بار، دو بار، ده بار، پونزده بار، بیست بار فرصت دادن، ولی شما از این فرصت استفاده نکردید، فکر کردید که شما حاکم مطلق هستید. نه، اینطور نیست. روزگارتون سیاه میکنند. کرونا که دست بردار نیست و اینا های شو اجرا میکنن سر این واکسن، سر اون مسئله. تا کی میخواین دلق بزنید؟ تا کی میخواین شو اجرا؟ تا کی میخواین دروغ بگین؟ تا کی آخه؟ تا کی؟ من نمیدونم تا کی. تا کی؟ به خود فکر کنید یک لحظه. اون مشاور احمق بیشورت بهتون گفتن یک لحظه این مسئله رو. علیکی اینجا اونجوری، اینجا اینجوری، اونجا اونجوری، طالبان اینجوری، همه این سرگرمی اینا به جای نمیذاره. خودتون رو سر خودتون گرم میکنید. سر خودتون گرم میکنید. ولی تو صورت خود نکو گیر تا کرونا کار خودت رو در از زیر که پدرتون در میاره. خدمت شما هستم که بازم تاکید میکنم فیلم و عکس من میگم نگیرید، بازم بگید چی کارتون کنم، یعنی کار دستم برنمیاد. یک مسئله عنوان میکنه ایران اتمی بشه چی میشه؟ یه جوک روزه، اینا جوک همون برتره، جوک های گریه داره. اینا یه ماشین به شما میفروشند، یه ماشین چرخ بهتون میفروشن، سند بهتون میزن، سند بهتون میزن، سویچ هم بهتون میدن، قسط بده 5 ساله. چون ابزارشو دارن که هر وقت خواستن ماشین شما بگیرن. وقتی قسطشو ندی، قسط سوق ندی، بلافاصله هر جای دنیا پیش سرات ماشین کم میشه، بچا وایس کنار. با ماهواره کنترل میکنن. یه ماشین میتونن کنترل کنن، یه موتورسیکلت میتونن کنترل کنن، از چنگ شما در بیارن. وقتی سیستمای اتمی همش قسط است. همش قسط است. فقط میخوان اون بازی خوش در بیاره. یک زمانی بود، ولی الان تمام اینا بازی و قصه از سرگرم کردن مردم. چین مثلا الان برفر دارن کره شمالی شاید چند تا داشته باشه از اینه که دست اختیار دست خودشه، اونم بعید میدونم، اونه که آزمایشی میدونه کار داره، ولی بقیه همینجور هست. ایران اتمی شود چه میشود؟ ایران از مزرات به دنیا از اتم بیشتر الان. بند خدا شما دوباره چی هستید؟ چرا شو ایران؟ چرا دروغ میگید؟ تا کی دروغ میگید؟ تا کی بی شرفی؟ تا کی بی عدالتی؟ تا کی بی انصافی؟ تا کی جنایت و خیانت و دزدی؟ تا کی؟ آخرش چی؟ آخرش چی؟ آخرش چی؟ بس. اگرم که واقعا نتونن کنترل کنن به قول معروف اتم و حرف معروف اینا و کلاک اینا رو، علی خودتون ساده میشه. ممکنه تو کشور خودش بزنه، تو که کشور شما خواهد زد. باز هم هرچی بشه به نفع ماست، ولی نمیخوایم بشه. من از نظر شخصی میدونم، ولی میدونم که کنترل میکنه. بعد این من بارا گفتم تازه تکرار میکنم که اینا تو منطقه اومدن، اینا تا امارات و کویت و قطر و عربستان رو داغون نکنن، به خصوص این چی میگن زیربناش از نبرن، کار ساخت از نبرن، نبرن نمیگن کار خوش مثل 40 سال درست کنن، که امیدوارم این آرزو رو به گور ببرن، به گور به گور ببرن. خدمت شما عرض شد که بله، روسیه هم که خدمتتون گفتم حدود 30,000 نفر دستگیر کردن، بازم دارن دستگیر رو ادامه میدن و خدمت شما عرض کنم که آخر خطشون. روسیه هر وقت که آمد به ایران خیانت کرد، چه روسیه چه شوروی سابق فرق نمیکنه، خیانت که از اون مستمسد گذروند، مردم خودش علیه خودش بلند شدن و به خاک سیاه نشوندنش. آقای پوتین تو هم خلاصه ورقت بالا، تو هم تموم شده هستی، شک داره بسه نکن. انگلیس هم دیگه نمیخوام بگم. یک مصاحبه 1 دقیقه و 36 ثانیه از شاهاشو گذاشتم توی یوتیوب، بلادت من مصاحبه کوتاه میذارم، ولی اینقدر این مصاحبه برای این زمان و این دهه مناسب بود که گذاشتمش. البته قبل از که بذارم توی یوتیوب، من فکر نمی یوتیوب قبول کنه، توی واتساپ پخش کردم، تلگرام پخش کردم، اینستا پخش کردم، همه جا پخش کردم، بعد توی یوتیوب گفتم دوستایی که اینا نمیبینن اونجا ببینن. خلاصه خیلی خوبه و امسال سالیست که مردم از نظر آگاهی و دانش و علم سیاست و علم اجتماعی به بلوغ رسیدند. خیلی خوبه، دیگه راحت گول نمیخورن، دیگه
اکثریت 10% مردم پیش کافی برای بقیه جامعه. 10% خیلی آمار خوبیه، ولی بیشتر هستن، به خصوص خانم ها، به خصوص نسل جوان، به خصوص نسل جوان، به خصوص نسل جوان. ایامتون به کام بود گازم خوش. تا سوشالی که به جمع بندین 42 سال خواهم گذاشت و برنامه رو خدمت تقدیم خواهم کرد. هر ساعت که میذاره ما مردم امیدوارتر و خوشحالتر میشیم، هر ساعت که میذاره با آقایون سال میگذره بهشون و ناامید و بدبخت و فلاکت زده و خلاص در به در و هول برشون داشته اصلا چی کار بکنن. خیلی خوبه. ایام بکنم بزرگ باشه.